حمله پیچیده بر اقامتگاه بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع افغانستان که حوالی ساعت 8 سه‌شنبه شب آغاز شد تا نصف شب ادامه داشت. میرویس استانگزای سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز به خبرنگاران گفت که در این حمله 8 تن شامل یک بانو کشته شدند و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخله در این مورد گفت اکثریت مطلق شهدا و زخمیا افراد ملکی هستند. مهاجمین تعدادشان در حدود پنج تن بود که در ظرف پنج ساعت از طرف قطعات خاص پلیس از پا در آورده شدند گروه طالبان با نشر اعلامیه مسئولیت حمله بر خانه سرپرست وزارت دفاع را به دوش گرفته و آن را پاسخی به حمله های هوایی پسین نیروهای ارتش گفتند. همزمان با افزایش حمله های طالبان بر مرکز ولایت ها و شهرهای بزرگ افغانستان نیروهای امنیتی افغانستان تمرکز را بر حمله های هوایی بیشتر کرده چنانچه در روزهای پسین بارها مواضع طالبان در ولایت های مختلف هدف قرار گرفته و از این را تلفات زیادی نیز به طالبان وارد شده است در تازه ترین مورد قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان اعلام کرده که در پی یک حمله هوایی نیروهای ارتش افغانستان مولوی انس والی نامنهاد طالبان برای ولایت بامیان همراه با چهل تن از افرادش کشته شدند حنیف رضایی سخنگوی قلوردوی 209 شاهین در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه در این مورد گفت قرار راپورهای کشفی اه... که گویا دشمن در اونجا تجمع کرده بودند در خط فاصله بین دو ولسوالی در صف پایین و بالا و پلان یک حمله وسیع و حجومی را تحت قمانده مولوی انس والی نامنهاد طالبا بر بامیان بالای ولسوالی در صوف نیروهای دفاعی و امنیتی و بسیج مردمی داشتند و بر اساس از این اطلاعات کشفی قوای هوایی ما با او ساحره تحت پوشش گرفتن و سرانجام توسط تیاره های کشفی ما موقعیت از اینا تثبیت شدن و توسط تیاره های با ای 29 این موقعیت طالبا مورد هدف قرار گرفتند که خوشبختانه در این حمله تلفات بسیار سنگین و یک فرد بسیار کلیدی طالبا که در حوزه شمال و حوزه به مرکز یعنی بامیان فعالیت داشتن همراه با چهل نفر از افرادش کشته شدند سیزده نفر دیگه هم زخمی شدند تمام میکانیزم عملیاتی از اونا به هم خوردن و بالاخره پلان‌هایشون می‌کنه بالای ولسوالی در صوف مجددا داشتن از بین برده شدن. به گفته سخنگوی قلردوی 209 شاهین اخیرا مولوی انس مسئولیت رهبری جنگ در ولایت سمنگان را داشت و به طالبان پاکستانی نیست تعهد داده بود که اداره در صوف را دوباره از نزد نیروهای امنیتی و بسیج مردمی افغانستان میگیرد به تازگی رئیس جمهور غنی جنگ کنونی در برابر طالبان را جنگ برای بقا خواند و وعده سپرد که تا شش ماه آینده وضعیت به گونه مثبت تغییر خواهد کرد در همین حال با شدت گرفتن جنگ در افغانستان جامعه جهانی و نیز شورای امنیت سازمان ملل خواهان آتش بس در افغانستان شده و پیشنهاد نمودند تا هر چه زودتر برای ختم جنگ در افغانستان روی دستیابی به یک راه حل سیاسی توافق شود زکریا حسنی آرفای کابل